بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم توفیق این رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا با برنامه سلام کربلا، شبکه جهانی امام حسین، استدیوی بین الحرمین و در همجواری از حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه در خدمت شما بزرگواران باش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن اب الشرور و اتباعه. عزیزان بیننده، امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید، خوش و خرم باشید. الحمدلله رب العالمین. این ایام، ایام ماه رجب الاصحاب رو هم درک کردیم انشاءالله. روز به روز بر توفیقات شما و ما افزوده بشه، بتونیم به بهترین وجه بندگی در خانه خدا رو بکنیم ان شاء الله. همانندی که در پاراگرافی که خوندم از زیارت عاشورا، همیشه از خدای تبارک و تعالی خواستیم که خدایا زندگانی ما را همانند زندگانی پیامبر اکرم و اولاد معصومشون قرار بده. ان شاء الله تمام زندگانیمون نه تنها به عنوان روش زندگانیمون عبادت باشه، بلکه خود زندگانیمون عبادت باشه ان شاء الله. با گرفتن سرمشق از اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، از خود پیامبر اکرم، اون صحبت ها و اون کلام گوهربارشون رو واقعا برای خودمون تابلوی قرار بدیم، مرتب مقابل چشم هامون باشه، به بهترین وجه ازش استفاده بکنیم. اون رفتارهایی که در داخل منزلشون داشتن، خارج از منزل داشتن، همه اونها رو سرمشق زندگیمون قرار بدیم. و اینکه عرض بکنم اصلا خود زندگیمون عبادت باشه، یه نمونهش خیلی شنیدید ولی بد نیست تذکرش. این که آل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، آقا امام حسن، آقا امام حسین، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روزه باشن، خودشون غذای خودشون رو ببخشن به فقیر و به مسکین. این بزرگواران در عین حالی که دارن عبادت میکنن، عبادت خودشون رو کامل میکنن، به دستور خدا برای دستگیری از نیازمندان. لحاظاست انشاءالله
بتونیم راه و روش زندگی این بزرگواران رو سرمشق خودمون قرار بدیم، زندگی هامون، رفتار هامون، تعامل هامون سراسر عبادت باشه. الهی آمین. طبق معمول روزهای یک شنبه و سه شنبه، امروز هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری زحمت کشیدن برامون برنامه ای رو آماده کردن و انشاءالله با شمای بزرگواران به اشتراک میگذاریم، ببینیم امروز چه راهنمایی هایی دارن برای ما که انشاءالله بهتر و بهتر بتونیم در خانه خدا بندگیمون رو به خوبی انجام بدیم. تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری که این زحمت رو میکشن، تحقیقات خودشون رو با ما به اشتراک میگذارن، ما هم به رسم امانت با شما به اشتراک میگذاریم. انشاءالله مثمر ثمر باشه برای هممون. ببینیم و بشنویم برنامه‌ای که برای ما ارسال شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد عالم برزخ بود. روایتی رو برای شما عرض کردم از آقا زین العابدین که این روایت بسیار بسیار زیبا مسائلی را که در عالم برزخ از انسان سوال میکنن اون رو بیان کردن. حضرت در این روایت داره حضرت خطاب به مسلمون ها و ظاهر روایت اینه که خطاب به متدین ها و مؤمنینه. می فرماد که الا و ان اول ما یسالک عن ربک، اول چیزی که این دو ملک، ملک موکلی که نکیر و منکر اسم دارن، سوال میکنن در مورد انسان، در مورد قضایای مختلف از انسان سوال میکنن از خدای تو. این خدایی که خدای تو بوده و تو را آفریده، نعمتهای فراوانی به شما داده، این خدا را چقدر سپاسگو بودی یا نبودی؟ الذی کنت تعبده، خدایی که تو ادعا میکنی که اون خدای من بوده و من اون رو میپرستیدم. ما در دفن میت یه چیزی داریم به نام تلقین. در تلقین بهش میگیم که اگر ملکین موکلین آمدن سراغ تو از اونها نترس، دلهوره نداشته باش و به اونها بگو خدا خدای یگانه خدای من است. خب این سوال اول رو هم اینها از همین میکنن. خدایی که تو ادعا میکنی او را میپرستیدی، این خدا چگونه باهاش رفتار کردی؟ با احکامش چگونه رفتار کردی؟ ببینید ما نباید سخت گیر باشیم. اگر بخوایم سخت گیر باشیم، قرآن کریم میفرماد و ان تعدوا نعم الله، اگر بخواید بشمارید نعمتهای خدا را، لن تحصوها، اصلا غیر ممکنه که بتونید نعمتها را بشمارید. ولی خداوند از ما اون چرا که خداوند از ما خواسته دو سه چیزه، بقیهش زیر مجموعه این دو سه تاست. مثلا خداوند از ما خواسته که ما او را در نظر داشته باشیم، یعنی در تمام اعمالمون، کردارمون، رفتارمون او را ناظر خودمون بدانیم. بعد از ما خواسته که اون چرا که دستور داده بهش عمل بکنیم، چون تمام اون چرا که دستور داده، تمام اونها برای مصلحت و صلاح خود ما هست. یک مثال برای شما بزنم، هنگامی که یک ماشینی را می خرید، اون ماشین شرط میکنه شرکتش به شما که شما باید تعمیرات این ماشین را تا مدتی یا تا همیشه زیر نظر خود کارخانه و تعمیرگاه رسمی قرار بدی. و برای این که ما رو یاد بدن به این مسئله، یک سال به ما گارانتی میدن، وارانتی میدن. یعنی شما ظرف این یک سال مجانیه، ظرف یک سال 50,000 مایل به اختلاف کشورها.
این مجانیه که شما کل سرویس ها و تعمیرات مربوط به این ماشین را شما بیایید اینجا انجام بدید. بعد از یک سال بله پول بیشتری ازتون میگیرن، اما چون دقیق تر کار انجام میشه. منظورم از این مثال این است که اون کارخانه تولید کننده بهتر زیر و بم یک ماشین یا یک وسیله را میداند نسبت به دیگرانی که آیا بلد هستند یا بلد نیستند، آیا تخصص دارند یا تخصص ندارند. پس بنابراین خداوند از ما خواسته اولا ما او را همیشه در یاد داشته باشیم. دو اینه که به دستورات او عمل بکنیم. سه اینه که نعمتهایی را که به ما عنایت میکنه شکرگزار باشیم و بدانیم که این نعمت ها از خدا برای ما رسیده. این سه تا دستور بیشتر در مسائل نیست، روایات ما هم همین ها رو بیان میکنه. ولی همه قضایا زیر مجموعه همین مسئله است. خب اولین سوال راجع به خداونده، دومین سوال و عن نبیک الذی ارسل الیک، و دومین سوال از پیغمبر توست که پیغمبر تو، این پیغمبر تو نسبت به حرفهای او یا پندهایی از او تو چه کار کردی، در نتیجه در رابطه با این پیغمبر اکرم شما چه کار کردی. یه چیزی هست که شما اگر سرچ بکنید به نام سنن النبی، سنت های پیامبر اکرم، اگر فرصتی بشه یک وقتی من اقلن یه 100 تا برنامه میتونم در این زمینه سنت های پیامبر اکرم عرض بکنم خدمتون که انشاءالله اگر موفق بشم انجامش میدم. پس این پیغمبر اولا از اسم شروع میشه. یه وقتی شما سرچ بکنید توی این بچه های فرض بکنید دوره دبیرستانی که پیغمبر شما اسمش چیه، خیلی ها بلدن، خیلی ها هم بلد نیستن. علتش اینه که ما پیغمبر اکرم در زندگیمون وجود نداره. یعنی اون چرا که قرآن به ما پیشنهاد کرده که پیغمبر اکرم را الگوی خودتون قرار بدید، ما عملا الگو قرار ندادیم. پس در نتیجه اولا اسم پیغمبره، این که پیغمبر کیه، پدرش، مادرش، و بعد سنت هایی که این پیغمبر اکرم برای ما گذاشته، خدمت هایی که برای جوامع بشری انجام داده. سنت های پیغمبر هم به معنای خاص و عام دو تا معنا داره. یک به معنای خاص این است که تمام آنچه را که پیغمبر اکرم یا فرموده اند یا عمل نموده اند یا در مقابل ایشون افرادی عمل کردن و ایشون اعتراض نکردن، این مجموعا بهش میگن سنن پیغمبر اکرم. این به معنای خاصه. به معنای عام یعنی تمام انبیا، تمام اولیای پیغمبر اکرم، اولیای خدا یعنی امامان برحق، معصومین یعنی 13 معصوم بعد از پیغمبر اکرم، تمام افعال اینها، کردار اینها، گفتار اینها جزو سنت پیغمبره. ما در روایات داریم که اگر روایتی را شما از آقا مثلا امام زمان نقل کردید و بعد معلوم شد که این در از امام زمان نبوده، این روایت شما دروغ بیان نکردید، چون خودشون فرمودن که حرف ما حرف پدران ماست و حرف پدران ما حرف قرآن است و حرف قرآن حرف خداست. اما برعکس، اگر این که یک مطلبی را از پیغمبر اکرم نقل کردی و پیغمبر اکرم نفرموده بوده، اینجا میگن شرعاً اشکال داره که نباید انجام بشه. پس سنت به شکل عام، به عنوان عام، تمام فرمایشات 14 معصوم را شامل میشه، چون 13 معصوم دیگه همه از پیغمبر اکرم مطلب را نقل کردن. این سنت ها فقط و فقط در امور عبادی نیست. من دیدم یکی از عزیزان غیر شیعه 100 تا سنت از پیغمبر اکرم نقل کرده بود که از این 100 تا مثلا شاید 5 تاش اجتماعی بوده، اما همش سنت هایی بوده که
به عنوان قوانین نماز و روزه و فرض بکنید صدقه و امثال اینها همه رو حساب کرده بود. و علتش هم اینه که غیر مذهب شیعه حاکم را ملاک رضایت خدا می دانن و لذا اگر چیزی رو که تضاد داشته باشه با عمل حاکم اینو بیان نمی کنن، حتی اگر از پیغمبر باشه، حتی اگر از خدا باشه. در حالی که در مذهب تشیع اینجور نیست، حاکم از نظر شیعه مانند سایر مردم، اشتباه اگر کرد باید اشتباهش رو گوشزد بکنی و اگرم خوبی کرد به وظیفه خودش عمل کرده. پس سنت های پیغمبر یعنی اجرای عملی قرآن کریم، یعنی اجرای عملی دین. این یه قسمتیش مربوط به خود انسان و خدای انسان، مانند نماز و روزه و امثال اینها. یه قسمتش که اینا همش همون عبادته، یه قسمتش مربوط بین انسان است و جامعه کوچک، یعنی زن و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر و فامیل درجه یک، که اینها رو بهشون رحم میگن. در غیر از زن و فرزند بقیه اینها رحمن. یک مقدار دیگه از این سنت ها سنت هایی است که بین انسان هست و افراد جامعه. این افراد جامعه میخواد سفید باشه، سیاه باشه، فرض بکنید که آمریکایی باشه، انگلیسی باشه، ایرانی باشه، فرقی نمیکنه. من نسبت به دیگر افراد جامعه مسئولیت هایی دارم، این مسئولیت ها را باید بهش عمل بکنم. روایت زیبایی داره حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت بفرماد که در قراب شمشیر پیغمبر، یعنی غلاف شمشیر پیغمبر، این در این غلاف ورقه ای بود که ما بعدن در آوردیم، پیغمبر اکرم نوشته بودن یا فرموده بودن که در اونجا نوشته شده بود که اگر کسی همسایه خودش را اذیت بکنه این از ما نیست. پس این یک مسئله اجتماعیه. صدقه دادن یعنی زکات واجبه یا زکات مستحبه، چون ما دو جور زکات داریم. زکات واجبه یا زکات مستحبه این عملی است که بین من و خدای من و طبقات مختلف جامعه است، که از این زکات به فقیر میدن، از این زکات برای مراکز دینی استفاده میشه، از این زکات برای حل مشکلات جامعه استفاده میشه. اول اولویت داره به فامیل بدم و بعد به افراد اون شهر و بعد به افراد اون کشور و بعد به افراد عموم جهان هر کجا که میشناسم. اینها همش مسائلی است که مسائل عبادیه، یعنی اون چرا که پیغمبر اکرم فرموده که این سنت ما حسابش کردیم و بیان شد که این سنت بین من و خدا، بین من و خانواده، بین من و افراد جامعه. اگر ما زندگی را عبادت بدانیم، بسیاری از این مشکلاتی که الان باهاش روبرو هستیم روبرو نخواهیم بود. فرصت بشه اون سنت های پیغمبر رو براتون بیان بکنم. واقعا مشکلات جامعه امروز ما، و الان فقط امروز نیست، سالهای متأخر، اقلا این 50 ساله اخیر این مشکل رو داشته. پس بنابراین اگر این که ما زندگی را عبادت بدانیم همون جوری که پیغمبر اکرم عبادت میدانست، قرآن کریم داره لا ينطق عن الهوا، پیغمبر اکرم هیچ حرفی رو از خودش، از روی مزاجش، از روی علاقهش بیان نفرموده. پس تمام اشیایی که پیغمبر اکرم بیان فرموده، تمام اینها بر اساس فرموده های خداست. این هو الا وحی یوحا، به درستی که تمام افعال، کردار، گفتار پیغمبر، این اعتقاد ما شیعیانه که تمام گفتار، کردار و تمام حرکت ها و سکنت های پیغمبر اکرم، تمام اینها به دستور خداوند است و زیر نظر خداوند به طور کلی هست. پس سؤال دوم راجع به مسئله پیامبر است. این پیامبر خیلی از مطالبی را که گفته ما باید ببینیم که چقدرش رو بهش عمل کردیم. پیغمبر اکرم رو سنگ محک قرار بدیم و بر اساس او بسنجیم اعمال خودمون را. سومین سؤال، و عن دینک الذی کنت تتدین به
و دین شما سومین مرحله سواله که از دین شما سوال میکنن، اون دینی که شما میگفتی که من الاسلامو دینی. ما در تلقین هم همین حرفو داریم که بهش به اون دو ملک بگو که اسلام دین منه. خب این اسلام قوانینی داشته، اعمالی داشته، مسئولیتی شما در مقابل این اسلام داشتی، آیا به اون عمل کردی یا نکردی؟ خیلی ها عمل میکنن، خیلی ها هم عمل نمیکنن. لذا ما باید حساب این را بکنیم. اگر هر روزی بنشینیم و خودمون را محاسبه بکنیم، وضع خودمون را بررسی بکنیم، معلوم میشه که آیا ما طبق فرمایش خدا و اجرای عملی پیغمبر اکرم ما عمل کردیم یا نکردیم. اگر اینکه عمل کردیم که خوبه که اون رو اضافه بکنیم، و اگر عمل نکردیم اون موانعی که سبب عمل نکردن ما بوده اینها را ما برطرف بکنیم. خداوند راهنمای بزرگی برای ما فرستاده به نام رسول خدا، راهنمای بزرگی برای ما فرستاده به نام دین خدا، و خدا خودش در قرآن کریم فرموده که من غیر از اسلام هم از کسی قبول نمی کنم. لذا اسلام که آمد، پیروان ادیان گذشته تمام موظف بودند و هستند که به اسلام گرایش پیدا بکنن، چون این دین کامله. این دین کامل همه ما نسبت به آن مسئولیت داریم. مسئولیت ما دو قسمته. یک قسمت مسئولیت عمل کردن به این دینه، به دستورات این دینه، و یک قسمت هم معرفی کردن این دین به دیگرانه. یعنی ما باید به دیگران، اگر ما در کشورهای غربی زندگی میکنیم، باید به دیگران بفهمونیم، یاد بدیم که دیگران بلد بشن و بفهمن که اسلام چقدر زیباست. این فرمایش امام صادقه، از آقای امام رضا هم مانند اون تقریبا داریم، که حضرت فرمودن لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر مردم دنیا، چون ناس اطلاق بر دنیاست، مطلقه، یعنی همه نوع بنی بشر، اگر بنی بشر مردم دنیا بدانن زیبایی های کلام ما را، هر آینه اینها از ما تبعیت خواهند کرد. پس ما دو تا وظیفه نسبت به دین ما داریم. اولین وظیفه اینه که ما اون دین را عمل بهش بکنیم. دومین وظیفه این است که اون دین را به مردم و به دیگران معرفی بکنیم. و چه بهتر که هر دوی اینها را در خودمون قرار بدیم و مجسم بشیم، ما مجسم دین باشیم. هنگامی که در اروپا، در آمریکا، حتی در کشورهای خودمون راه میریم، همه بدانن که دین اینه. یک جوری نباشه که ما به اسم دین دنیای خودمون را آباد بکنیم. به اسم دین حالا یا حکومت بکنیم، یا من آخوند به اسم دین یک حرفی رو بزنم و عمل نکنم و امثال اینها. باید مواظب باشیم آنچه را که مربوط به دین هست درست اون را انجام بدیم. امیدوار هستم که شما که موفق هستید بیشتر هم موفق بشید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید ان شاء الله. خدا نگهدارتون. ممنونیم و متشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری که بزرگواری فرمودن این برنامه رو برای ما ضبط و ارسال کردن. انشاءالله که ایشون هر جا هستن صحیح و سالم باشن و همانند شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هر چه زودتر موفق به زیارت آقا سید و شهدا از راه نزدیک باشن. خب وقت اون رسیده که ما بدون معطلی انشاءالله خدمت خدای خودمون، رب جلیلمون، مناجات کوتاهی رو داشته باشیم طبق معمول هر روز. بعد از اون بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشیم و شماره تماس برنامه باز بشه و صدای شما به کربلای معلا برسه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأتوب إليه. ببركة الصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان بیننده، با دیدن تصاویر حرم و صحن و گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا سلام الله علیه، امیدوارم دلهاتون آماده شده باشه برای سلام دادن خدمت این امام همام، ایام ایام شهادت آقا باب الحوائج موسی بن جعفر علیهم السلام هست. ان شاء الله در سلام هاتون میتونید عرض تسلیت داشته باشید. چند روز دیگه 25 ماه رجب هست و شهادت آقا موسی بن جعفر، هم خدمت آقا سید و شهدا، شهادت فرزند بزرگوارشون، هم خدمت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه عرض تسلیت داشته باشید، شهادت پدر بزرگوارشون رو. آماده اید؟ انشالله دلهاتون کربلایی باشه. یا علی، یا الله، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زائر محترم، تلفن شما وصله، بفرمایید سلام بدید خدمت آقا سید الشهدا. سلام باشید.
ممنونم، متشکر. الو السلام علیکم حضرت ام البنین، سلام علیکم السلام. آقای میخلزاده سلام، خسته نباشید. ممنونم، متشکرم. زیارتتون قبول. انشاءالله که نایب و زیاره ما و بچه هامون همه خانواده من پدر و مادر من نیت هامون همگی باشید. انشاءالله دعاگو و نایب و زیاره همگان خواهم بود و هستم. بفرمایید، لطف کنید تلفنتون رو از روی بالانگو خارج کنید. خدمت آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیه السلام عرض سلام و تسلیت داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقا صاحب زمانمون حضرت مهدی موعود سلام علیه از عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام موسی کاظم باب الحوائج و خدمت همه شیعیان و شما موالیان درگاه آقا سید الشهدا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابوالفضل العباس ایها الاب الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. السلام علی ام البنین نزن حسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. قبول باشه زیارتتون خواهر بزرگوارم ان شاء الله. اللهم عجل لوليك، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه ان شاء الله زیارتتون. ممنونیم از تماستون یا علی مدد، خدا نگهدار شما. و اما تماس بعد رو دریافت کنیم. بزرگواری بفرمایید صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. سلام علیکم و رحمت الله. تماس گیرنده محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم و سلام خواهرم، خسته نباشید. ممنونم، متشکر. بفرمایید زیارت کنید آقا امام حسین آقا ابوالفضل العباس علیه السلام را. آج آقا شالا حرم رفتیم ما را حتما دعا کن. انشاءالله حتما انجام وظیفه میکنم. شما درد نکنه، خیلی ممنون لطفتون. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی با عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی یا امیر المؤمنین یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکی یا قمر بنی هاشم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکی یا زینب کبرا، السلام علیکی یا حضرت رقیه، السلام علیکی یا صاحب الزمان، یا صاحب ازم را عاقبت بخیری جوانا برای مریضی شلا ریشت نکنی از کل دنیا شلا الهی آمین. رای کربلا به روم و باز بشه شلا یا الله الهی آمین. اللهم عجل ولی کل فرج. التماس دعا هستان دارم آجابا. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله هر جا هستید صحیح و سالم باشید. امیدواریم بتونیم به بهترین وجه در خانه خدا بندگی بکنیم. این که پیام میدید شما که ما چرا جواب تلفن‌های شما رو نمیدیم، حقیقتا ما جواب میدیم ولی ترافیک خطی زیاد، پشت خط میمونید، لحاظاست که شما متاسفانه خیال میکنید ما جواب نمیدیم. پیش شما بوق آزاد میخوره، اما همون لحظه داره عزیزی خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت پیدا میکنه. در ساعت خارج از برنامه هم فقط ما به این میتونیم برسیم که انشاءالله پیامک های شما رو بخونیم و منعکس بکنیم سلام های شما رو خدمت آقا سید و شهدا. انشاءالله صحیح و سالم باشید هر جا که هستید، هر چه زودتر با رفع این گرفتاری و این بیماری بتونید مشرف بشید و زائر آقا سید و شهدا سلام الله علیه در کربلا باشید. داغو و نائب و زیارتون هستیم. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. تو پاکه شکر خدا که تو هیئت تو سینه زد شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم یا حسین کرب و بلا یا حسین کرب و بلا باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسمم